سیستم هیدروپنوماتیک، کار بر روی سیستم. در این برنامه به معرفی روش‌های انجام تعمیرات اولیه سیستم هیدروپنوماتیک زانتیا می‌پردازیم. در فیلم آموزشی اول به معرفی اصول اولیه سیستم و در فیلم دوم به موضوعات عملی‌تر پرداخته شده است. این فیلم نیز همانند فیلم اول با یک کتابچه جهت پاسخگویی به سوالات همراه است. این فیلم به 5 قسمت تقسیم شده است که عبارتند از: قسمت اول، ارائه اطلاعاتی که پیش از کار بر روی سیستم ضروری می باشند. قسمت دوم، نحوه صحیح تعویض روغن LHM و انجام تست های مربوط به قسمت تأمین و حفظ فشار سیستم هیدروپنوماتیک. قسمت سوم، انجام بازدیدها و تست های مربوط به سیستم تصحیح کننده ارتفاع و همچنین تست فشار و شارژ مجدد گوی ها. قسمت چهارم، هواگیری سیستم ترمز. و قسمت پنجم، تعمیر اساسی شیر هیدرولیکی کنترل پینیون فرمان. قسمت اول، احتیاط‌های اولیه. به منظور راهنمایی تعمیرکاران، مراجع متعددی نظیر کتاب راهنمای تعمیراتی، هندبوک تعمیراتی و راهنمای مالک خودرو تدارک دیده شدند. قبل از بالا بردن خودرو توسط جک، ارتفاع خودرو را در بالاترین وضعیت قرار دهید. برای حفظ ایمنی، هیچگاه قبل از قرار دادن پایه ایمنی به زیر خودرو نروید. هرچند در این خودرو قلاب بوکسل نیز تعبیه شده است، لیکن در صورت خرابی بهتر است از خودروهای مخصوص جهت حمل آن استفاده نمود، چرا که ترمز خودرو در صورت کار نکردن موتور ضعیف عمل خواهد کرد. روغن هیدرولیک توتال LHM پلاس یک روغن معدنی است، از این رو نباید با روغنهای مصنوعی یا سینتتیک مخلوط گردد، چرا که در این صورت به کلیه تجهیزات آببندی سیستم هیدرولیک آسیب وارد می شود. از آنجایی که LHM یک ماده معدنی است، به موادی که از جنس لاستیک طبیعی باشند صدمه می زند. بنابراین کلیه تجهیزات آببندی، کاسنمتها و شیلنگها از مواد خاص ساخته می شود. به همین منظور بر روی شیلنگها و بعضی تجهیزات آببندی از یک نوار سبز رنگ به نشانه سازگار بودن آنها با LHM استفاده می گردد. چنانچه هر کدام از تجهیزات آببندی از جای خود خارج شوند، حتما می بایست یک قطعه نو جایگزین آنان گردد. پیش از نصب هر قطعه نو، آن را به روغن LHM آغشته کنید. تمیزی اجزای سیستم هیدرولیکی بسیار مهم می باشد، چرا که بعضی از قطعات سیستم به طور ویژه و با تلورانس های بسیار پایینی ماشین کاری شدند. هنگام کار بر روی سیستم، موارد ایمنی را رعایت نموده و حتما از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید. اکنون به شرح عملیات مختلف مربوط به قسمت تأمین و حفظ فشار سیستم می پردازیم. قسمت دوم، کار بر روی قسمت تأمین و حفظ فشار. سطح روغن هیدرولیک در مخزن
از طریق یک حباب شیشه‌ای که بر روی مخزن قرار دارد قابل بررسی است. بازدید سطح روغن LHM میبایست در هنگامی که موتور خود رو روشن بوده و ارتفاع خود رو در حد اکثر باشد صورت پذیرد. میزان روغن در مخزن هنگامی صحیح است که دیسک نارنجی داخل آن بین محدوده‌های حد اکثر و حد اقل قرار گرفته باشد. یکی از اجزای سیستم که میبایست نسبت به آن با دقت عمل نمود، پیچ 12 میلیمتری هواگیری رگولاتور فشار میباشد. هنگام کار با این پیچ، هیچگاه آن را کاملا باز نکرده و صرفا آن را شل نمایید، چرا که ممکن است ساچمه داخل آن خارج شود. پیش از تعویض هر کدام از اجزای هیدرولیکی سیستم و یا روغن LHM، فشار سیستم میبایست به طور کامل تقلیل داده شود. به منظور انجام این کار، ارتفاع خود رو را در حد اقل قرار داده و به مدت 60 ثانیه موتور را روشن نگه داشته و صبر کنید تا خود رو کاملا پایین بیاید. انجام این عمل موجب بازگشت LHM به داخل مخزن می گردد. سپس سویچ موتور را خاموش نموده و پیچ 12 میلیمتری رگولاتور فشار را به میزان یک دور شل نمایید تا بدین ترتیب فشار سیستم تقلیل یافته و سیستم برای کار ایمن شود. صدای سوتی که شنیده می شود ناشی از عمل بازگشت روغن باقی مانده از انبار به مخزن می باشد. اکنون می توان مخزن را با دقت باز نموده و روغن موجود در آن را تخلیه کرد. برای جلوگیری از وارد شدن گرد و غبار و آلودگی به داخل سیستم، از یک ابزار مخصوص جهت نگهداری موقت مجموعه فیلتر در داخل آن استفاده نمایید. بهترین روش برای تمیز نمکسن اجزایی نظیر فیلتر قرار دنان در نفس استفاده پای فشرده می باشد. توجه داشته باشید که اغلب مواد شوینده و حلال ها در تعمیرگاه ها از جنس مواد مصنوعی می باشند. بنابراین به هیچ وجه از آنها استفاده نکنید. همواره موارد ایمنی را خصوصا هنگام کار با هوای فشرده رعایت کنید. چنانچه روغن LHM به هر دلیل دچار آلودگی شود، در این صورت کلیه مدارات سیستم هیدرولیکی میبایست تمیز گردند. به این منظور از یک مایع شستشوی سیستم هیدرولیکی به نام هایدروکلین یا پاک کننده هیدرولیکی استفاده می شود. توجه داشته باشید که نباید بیش از 5000 کیلومتر با خودرویی که از مایع هایدروکلین پر شده است رانندگی نمود. این مورد حتما میبایست به کلیه مشتریان گوشزد شد. در رأس زمان مقرر سیستم مجدداً با LHM پر گردد. به این منظور ابتدا با ریختن LHM به داخل مخزن سطح روغن را به حد اکثر برسانید. سپس موتور را روشن کرده، پیچ هواگیری را به مدت 30 ثانیه باز نموده و سپس ببندید. این عمل را برای حداقل 3 مرتبه تکرار کنید و در آخر پیچ را سفت کنید. بعد از آن ارتفاع خود را در حد اکثر قرار داده و صبر نمایید تا خود را کاملا بالا بیاید. سپس مجدداً سطح روغن را بازدید نموده و در صورت نیاز روغن اضافه نمایید. عیبیابی قسمت تأمین و حفظ فشار سیستم شامل انجام چند تست از جمله تست فشار رگولاتور و انباره و همچنین بازدید عملکرد شیر اطمینان می باشد. تست فشار قسمت تأمین و حفظ فشار با استفاده از جعبه ابزار فشار سنج ها و با مراجعه به راهنمای تعمیراتی می بایست صورت بگیرد. جهت انجام تست های مربوطه بهتر است ابتدا از رگولاتور شروع کرده و سپس انباره اصلی و شیر اطمینان بررسی گردد.
فراموش نکنید که ابتدا فشار سیستم را تقلیل دهید و سپس لوله خروجی رگولاتور را باز کنید. از یک لوله مناسب جهت اتصال فشار سنج 250 بار به رگولاتور استفاده نمایید. شیر هواگیری را سفت کرده و موتور را روشن کنید. فشار سیستم افزایش می‌یابد تا جایی که عقربه فشار سنج مقدار 170 به اضافه یا منفی 5 بار را نشان دهد. این فشار، فشار کات آوت یا فشار قطع نامیده می‌شود. پس از رسیدن فشار به حد اکثر خود، شیر هواگیری را به آهستگی شل نمایید. چنانچه رگولاتور به درستی عمل نماید، فشار نشان داده شده بر روی فشار سنج تا حد 145 به اضافه یا منفی 5 بار پایین می آید و پس از آن مجدداً شروع به افزایش می نماید. این فشار، فشار کات این یا فشار وصل نامیده می شود. فشارهای وصل یا قطع از طریق شیم گذاری قابل تنظیم می باشند، اما انجام این عمل به ندرت ضرورت پیدا می کند. به منظور بررسی فشار گاز انباره اصلی، پمپ می بایست در حالت کات این یا وصل قرار گرفته باشد و بهتر است که این عمل پس از تکمیل تست قبلی صورت پذیرد. صدای بدون وقفه تیک مانند از محفظه موتور که ناشی از عمل قطع و وصل توسط رگولاتور فشار می باشد نشان دهنده این است که احتمالاً فشار انباره بیش از حد پایین است. در حالی که موتور در دور آرام کار می کند، به آهستگی شیر هواگیری را شل نمایید تا بدین ترتیب فشار به آرامی و به طور مداوم کاهش یابد. هنگامی که فشار تا مقداری بین 80 و 100 بار پایین می آید، چراغ هشدار دهنده توقف بر روی صفحه داشبورد می بایست روشن شود. این امر تأیید می کند که شیر اطمینان عمل کرده و سویچ مربوطه نیز فعال شده است. در حالی که عقربه فشار سنج به آهستگی پایین می آید، در نقطه مشخصی سرعت پایین آمدن عقربه ناگهان زیاد می شود. این اتفاق هنگامی رخ می دهد که تمام روغن LHM انبار تخلیه شده و به علت باز بودن شیر هواگیری دیگر جایی برای ورود روغن به داخل انبار باقی نمانده است. نقطه‌ای که در آن فشار به سرعت افت می کند نشان دهنده فشار گاز درون گوگ انباره می باشد. این فشار می بایست 62 بار و با تلورانس مثبت 5 و منفی 32 بار باشد. چنانچه فشار مربوطه خارج از این محدوده باشد، گوگ انباره باید مجدداً شارژ شده و یا تعویض گردد. جهت بازدید رگولاتور فشار از نظر نشتی، فشار سنج را مستقیما به رگولاتور متصل کنید. پیچ هواگیری را سفت کرده و موتور را روشن کنید. هنگامی که عقربه فشار سنج به فشار قطع رسید و به حالت ایستا در آمد، در این مورد در فشار 160 بار موتور را خاموش کنید. در طول 3 دقیقه بعد به افت فشار بر روی فشار سنج توجه کنید. چنانچه افت فشار بیش از 20 بار باشد، در این صورت رگولاتور معیوب بوده و باید تعویض شود. پیش از باز کردن فشار سنج فراموش نکنید که فشار سیستم را تقلیل داده و هنگام نصب مجدد لوله رگولاتور حتما از واشر آب بندی جدید استفاده کنید. قسمت سوم، تنظیم ارتفاع خودرو و شارژ مجدد گوی. تنظیم ارتفاع خودرو در موارد مورد نیاز، به عنوان مثال پس از تعویض یکی از تصحیح کننده های ارتفاع، نسبتاً ساده بوده و شرح آن در راهنمای تعمیراتی آمده است.
اکنون به شرح عملیات مربوط به تنظیم ارتفاع خودرو زانتیا می‌پردازیم. پیش از اندازه‌گیری دقیق ارتفاع خودرو، هر گونه بار و یا تنش موجود بر روی سیستم تعلیق می‌بایست برداشته شود. اطمینان حاصل کنید که اهرم تنظیم ارتفاع در موقعیت عادی قرار گرفته باشد. بگذارید موتور در دور آرام کار کند. اهرم ترمز دستی را به طور کامل آزاد کنید. سپس فشار باد تایرها را اندازه بگیرید تا در میزان صحیح باشند. قالپاق را باز کرده و با دقت ابزار مخصوص مربوطه را بر روی چرخ نصب نمایید. ابتدا ارتفاع جلوی خودرو را مورد بررسی قرار دهید. برای دانستن مقدار صحیح L1 به راهنمای تعمیراتی مراجعه کنید. با اندازه‌گیری فاصله بین مرکز چرخ تا زمین عملیات سنجش را آغاز می‌کنیم. این اندازه که R1 نامیده می‌شود، قسمتی از محاسبات مربوط به تعیین ارتفاع صحیح را تشکیل می‌دهد. پیش از انجام هر اندازه گیری دیگر، خودرو را به سمت بالا فشار داده و سپس رها کنید. اکنون مدتی طول می کشد تا خودرو پایین آمده، دوباره بالا رفته و به حالت سکون برسد. اندازه گیری بعدی که می بایست انجام گیرد، طبق معادله موجود در راهنمای تعمیراتی H1 می باشد. این اندازه برابر است با فاصله بین پایین شاسی تا زمین که می بایست به دقت اندازه گیری و یادداشت شود. در ادامه خودرو را با دست پایین کشیده و رها کنید و صبر نمایید تا مجدداً به حالت سکون برسد. ارتفاع خودرو را مجدداً اندازه بگیرید. مقدار متوسط این دو عدد اندازه گیری شده را به عنوان ارتفاع اندازه گیری شده H1 در نظر بگیرید. حال با استفاده از اطلاعات و فرمول موجود در راهنمای تعمیراتی مقدار تئوری L1 را از مقدار اندازه گیری شده R1 کم نمایید تا مقدار واقعی یا محاسبه شده H1 به دست آید. مقدار محاسبه شده H1 را با مقدار اندازه گیری شده آن مقایسه کنید، چنانچه این دو مقدار مساوی بوده و یا در محدوده مجاز مشخص شده قرار داشته باشند، ارتفاع خود را صحیح می باشد. اگر چنین نبود، تصحیح کننده ارتفاع می بایست تنظیم گردد. چنانچه ارتفاع اندازه گیری شده بیش از حد بالا باشد، ارتفاع باید کاهش یافته و بالعکس. برای تنظیم تصحیح کننده ارتفاع، گیره میله پادغلط را که تنظیم خودکار ارتفاع را به عهده دارد شل نمایید و همچنین گیره اهرم بندی تنظیم دستی ارتفاع را. با استفاده از ابزار مخصوص اهرم مربوطه را حرکت دهید تا ارتفاع در حد مقدار محاسبه شده H1 تنظیم شود. توجه داشته باشید که پیش از هر گونه تغییر ارتفاع کمی تأخیر وجود خواهد داشت. بنابراین بیش از حد به اهرم فشار وارد نکنید. پس از تنظیم ارتفاع در مقدار صحیح، پین تنظیم را نصب کرده و گیره میله پادغلط را با گشتاور صحیح سفت نمایید. سپس پین را بردارید. در مرحله بعد، ابزار تنظیم مربوط به تصحیح کننده ارتفاع جلو را بین انتهای فنرها به منظور هم مرکز نمودن اهرم بندی قرار دهید.
پیچ گیره احرام بندی دستی را نصب کنید. مشابه همین روند در مورد عقب خودرو نیز انجام می‌گیرد. محل اندازه‌گیری عقب خودرو از بدنه و از نزدیکی پایه پایین شاسی تا زمین بوده و ابزار متفاوتی برای تنظیم احرام بندی دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبات مربوطه نیز متفاوت بوده که در راهنمای تعمیراتی شهر داده شدند. پس از اینکه تنظیمات را انجام دادید، به خاطر داشته باشید که سیستم تعلیق می بایست یک بار دیگر از حالت سکون خارج شده و مجدداً به حالت سکون برگردد. حال ارتفاع خودرو را مجدداً بررسی کرده و در صورت لزوم ارتفاع را تنظیم نمایید. شارژ گاز یک گوی. شارژ مجدد یک گوی پیش از این که فشار گاز آن به پایین تر از 15 بار برسد ضروری می باشد. چنانچه فشار گاز گوی به پایین تر از 15 بار برسد، به علت آسیب دیدن دیافراگم آن در اثر تماس با اجزای داخلی گوی، گوی می بایست تعویض شود. فشار گاز گوی به مرور زمان کاهش می‌یابد، چرا که گاز نیتروژن به تدریج از دیافراگم لاستیکی به خارج نفوذ پیدا می‌کند. با کم شدن فشار گاز داخل گوی تعلیق، از نرمی خودرو و راحتی سرنشینان کاسته می شود. پیش از بررسی فشار گاز گوی، ابتدا فشار سیستم را تقلیل داده و سپس گوی را باز کنید. گوی را بر روی ابزار مخصوص تست فشار گاز ببندید و اطمینان حاصل کنید که این ابزار به یک فشار سنج 100 بار متصل می باشد. شیر دستگاه را بسته و شروع به تلمبه زدن نمایید. فشار افزایش یافته و در حد فشار گوی ثابت می شود. بر روی گوی فشار اسمیان درج شده است. چنانچه فشار گاز گوی صحیح باشد، شیر دستگاه را باز کرده تا فشار هیدرولیک آزاد شود. سپس گوی را از روی دستگاه باز کنید. چنانچه فشار گوی پایین تر از حد لازم باشد، گوی می بایست مجدداً شارژ شود. بدین منظور می بایست از کپسول گاز نیتروژن و تجهیزات شارژ گاز استفاده نمود. استفاده از وسایل ایمنی را فراموش نکنید. ابتدا ناحیه اطراف محل مخصوص شارژ گاز بر روی گوی را تمیز نمایید. سپس گوی را از محل فشنگی شارژ در داخل گیره قرار داده و محکم کنید. با چرخاندن بدنه گوی آن را باز نمایید. در حین این عمل واشر آب بندی پاره شده و گاز داخل گوی آزاد خواهد شد. فشنگی شارژ را دور انداخته و گوی را بر روی دستگاه شارژ ببندید. آداپتور شارژ را به ترتیبی که نشان داده می شود آماده کنید. آداپتور را از دستی آن جدا کرده و پیچ آن را کاملا باز نمایید. یک فشنگی شارژ و واشر آب بندی جدید را در طرف دیگر آداپتور ببندید، اما کاملا محکم نکنید. مجموعه را بر روی دستی آداپتور نصب کنید. اکنون می توانید آداپتور را بر روی گوی قرار داده و فشنگی شارژ جدید را از طریق مهره نگهدارنده بر روی گوی پیچ نمایید. مهره نگهدارنده را با استفاده از آچار لغزشی سفت کنید. شیر اصلی کپسول نیتروژن را باز کرده و اطمینان حاصل نمایید که فشار گاز داخل کپسول در حد کافی باشد. اکنون با استفاده از شیر تنظیم فشار سنج را بر روی فشار صحیح گوی قرار دهید. برای این منظور شیر را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود. فشار تنظیم شده را 3 بار بیشتر از فشار صحیح گوی در نظر بگیرید تا بدین ترتیب جبران هر گونه اتلاف گاز در حین عملیات شود. 1 دقیقه صبر نمایید تا گوی پر شود. شیر تنظیم کپسول گاز را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا جریان گاز قطع شود.
اطمینان حاصل نمایید که شیر تنظیم کاملا بسته شده باشد. اکنون با استفاده از شیر تهویه روی دستگاه فشارسنج را به حد نرمال فشار گوی پایین بیاورید. سپس پیچ مخصوص آداپتور را در داخل آن بپیچانید تا به نوبه خود فشنگی شارژ بر روی گوی پیچانده شود. برای جلوگیری از حرکت مهره نگهدارنده ممکن است استفاده از یک آچار ضروری باشد. با باز کردن مختصر شیر تهویه فشار گاز داخل شیلنگ را آزاد نمایید. با استفاده از آچار لغزشی مهره نگهدارنده را با دو دور پیچاندن شل نمایید تا بدین ترتیب هنگام باز کردن آداپتور فشنگی شارژ نیز همراه با آن باز نگردد. حال با باز کردن پیچ مخصوص آداپتور را باز نمایید. فشنگی شارژ را سفت کرده با آن را از نظر نشتی با وسیله مناسب این کار امتحان کنید. در انتها فشار گوی را مجدداً امتحان کرده و سپس در پوش سبز رنگ فشنگی شارژ را نصب کنید. پیش از نصب گویی در محل خود در داخل خودرو واشر آب بندی جدید را نصب کرده و سپس گویی را در محل خود پیچانده و با دست آن را سفت کنید. از بسته بودن کامل شیر کپسول گاز نیتروژن اطمینان حاصل نموده و سپس کل مجموعه را به محل امن مخصوص نگهداری کپسول انتقال دهید. توجه داشته باشید که پس از انجام هر گونه تعمیر بر روی سیستم تعلیق، عملیات هواگیری نیز باید انجام گیرد. برای این منظور ارتفاع خودرو را در حد اکثر و سپس در حد اقل قرار داده و چند مرتبه این عمل را تکرار کنید. قسمت چهارم، هواگیری سیستم ترمز. هنگام هواگیری ترمز ها توجه داشته باشید که سیستم ترمز زانتیا از نوع سیستم ترمز با تقویت هیدرولیکی بوده و بنابراین نیازی به چند بار فشردن پدال ترمز همانند سیستم های معمول نیست، بلکه تنها لازم است پدال کمی فشرده شود تا روغن ترمز در مدار جریان یابد. ابتدا عملیات را با هواگیری از سیستم تعلیق، یعنی با چند بار قرار دادن اهرم تنظیم ارتفاع در حداقل و حد اکثر آغاز کنند. سپس خودرو را در حد اکثر ارتفاع قرار داده تا بدین ترتیب اطمینان حاصل شود که روغن کافی برای مدار ترمز عقب فراهم می باشد. خودرو را توسط جک بلند کنید تا چرخها قابل باز کردن باشند. موتور را روشن کرده و در حالی که شخصی به آهستگی پدال ترمز را فشار می دهد، پیچ هواگیری را باز کرده و سیلندرهای ترمز را به ترتیبی که در راهنمای تعمیراتی آمده است، هواگیری نمایید. هواگیری را تا هنگامی ادامه دهید که هیچ گونه حبابی در روغن خارج شده مشاهده نگردد. سپس پیچ هواگیری را ببندید. چرخ‌ها را مجدداً نصب کرده، خودرو را بر روی زمین قرار داده و پیچ‌های چرخ‌ها را با گشتاور صحیح سفت نمایید. در انتها پیش از انجام تست جاده مخزن هیدرولیک را پر کنید. قسمت پنجم، تعمیر اساسی شیر هیدرولیکی کنترل پینیون فرمان. یکی از نشانه‌های معمول معیوب بودن شیر کنترل پینیون سفت بودن فرمان در هنگام دور زدن می باشد. در چنین حالتی و یا در صورت وجود نشتی روغن، شیر کنترل پینیون می بایست تعمیر اساسی شود. این امر به منظور جلوگیری از آسیب تجهیزات آب بندی ضروری می باشد.
پس از جدا کردن مجموعه پینیون فرمان از مجموعه دندشانه‌ای، گردگیر پینیون را توسط یک پیچ گوشتی از آن جدا نمایید. سپس به وسیله یک چکش نرم قسمت میانی یا روتور را از پوست جدا کنید. خار فنری و هر دو کاسه نمد را از داخل پوست در آورید. همچنین هر سه واشر با مقطع مربعی را از روی روتور باز کنید. کلیه اجزا را با دقت تمیز نمایید. ضمن روغنکاری کاسه نمد اصلی و خار فنری، آنها را بر روی روتور نصب کنید. Then lightly lubricate the seal with grease. Having lubricated the remaining lip seal, it too can be fitted to the rotor. Next, the square tip. اکنون واشرهای با مقطع مربعی را که از جنس تفلون می باشند، پس از روغنکاری با LHM در محل خود نصب کنید. محل قرار گرفتن این واشرها بر حسب اینکه خود رو دارای سیستم فرمان راست یا چپ باشد متفاوت خواهد بود. کلیه واشرهای آبندی و اجزای مربوطه می بایست قبل از بستن روغنکاری گردند. با استفاده از ابزار مخصوص مخروطی، واشر آببندی را بر روی ابزار مخصوص نصب واشر سوار کنید. واشر آببندی را مطابق روش نشان داده شده به پایین بکشید تا به طور صحیح بر روی شیار موجود بر روی استوان قرار گیرد. همواره از نصب واشر نزدیکتر به بولبرینگ آغاز کنید. سپس با استفاده از ابزار مخصوص نشان داده شده و با دقت حرکت دادن آن بر روی روتور، واشر را کاملا در شیار مخصوص خود قرار دهید. دو واشر دیگر را نیز به همین ترتیب نصب کنید. پس از روغنکاری واشرها و پوسته، اجزای شیر کنترل را بر روی هم سوار کنید. برای جلوگیری از صدمه دیدن کاسه نمد، ابزار مخصوص مربوطه را بر روی دنده مارپیچ قرار داده و سپس روتور را در داخل پوسته وارد کنید تا جایی که کاسه نمد بزرگ با پوسته تماس حاصل نماید. پس از قرار دادن ابزارهای مخصوص بر روی محلهای نشان داده شده، کل مجموعه را در زیر پرس هیدرولیک قرار دهید. ضمن مراقبت از این که به کاسه نمد آسیبی نرسد، با استفاده از پرس کاسه نمد را در داخل پوست جا بزنید. پس از گریسکاری قسمت بالایی کاسه نمد به وسیله گریس معدنی G6، گردگیر جدید را در جای خود نصب کنید. اکنون مجموعه پینیون را بر روی مجموعه دندشانه‌ای نصب کنید. به منظور هواگیری سیستم فرمان پس از نصب و سوار کردن تجهیزات مربوطه، قربیلک فرمان را چند مرتبه به آهستگی تا منتها علیه سمت راست و چپ بچرخانید. در این برنامه به جنبه های عملی سیستم های اصلی هیدروپنوماتیک زانتیا پرداخته شد. امیدواریم که این برنامه آگاهی بخش و مفید بوده باشد. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.